اهل سنگسر سمنانم، دانشجوی سال 4 مهندسی پلی‌تکنیک تهران بودم. در خیابون انقلاب دستگیر شدم. اینقدر خفقان و فشار بود ولی مقاومت ادامه داشت. باور نمی‌کردم شکنجه هست. مقاومت در سلول ها ادامه داره. بچه ها تو خودتون نرین، جنگ ادامه داره. نبرد ما با رژیم نبرد آزادیه. من فرهاد صداقتی، اهل سنگسر سمنانم، دانشجوی سال 4 مهندسی پلی‌تکنیک تهران بودم. 24 مرداد 60 در خیابون انقلاب توی پلچوبی توی پیاده رو داشتم میرفتم، دستگیر شدم، منتقل کردم به اوین. ابتدا سر بند 209 نشسته بودم، متوجه شدم کیا هستن. بعد یک سری بچه رو داشتم میبردم برای اعدام که به من گفتن میتی حربی همکلاسیتون پلی‌تکنیک میگه اینا داره میره اعدام بشه. اوایل دی 60 بود که ما رو بردن قزل حصار. پاییز 63 من و 30 نفر دیگه بودیم، ما رو تبعید کردن به گوهردشت. بهار 64 ما رو تبعید کردن به بند 1 واحد 1 قزل حصار که بند غیر مذهبی ها بود. مرداد 64 که محکومیتم تموم شد، منو منتقل کردن به اوین. دی 64 آزاد شدم. مجموعاً 4 سال و 6-7 ماه زندان بودم. زندان بیشتر از ظرفیت تعریف شدهش زندانی داشت. توی 209 که رفتم 10 ردیف سلول انفرادیه، هر ردیف 10 تا میشه 100 تا، یعنی در حقیقت 100 نفر میتونن اونجا باشن، ولی تو هر سلول بین 3 تا 5 نفر بودن، یعنی در آن واحد اونجا بین 300 تا 500 زندانی وارد میشدن. وقتی وارد بند عمومی شدم، سلول اونجا زمان شما میگفتن 10 نفر اینجوری ظرفیت داشته، ولی بین 60 تا 80 نفر نوسان داشت وارد میکردن، طوری که بعضا جا نبود، نوبتی استراحت میکردن، بعد کتابی میخوابیدن شبا. بعد وارد 305 که شدم، اونجا همینطور 7-8 اتاق که داشت، هر اتاق بیش از ظرفیت زندانی داشت. ما بین 40 تا 50 الی 60 نفر نوسان داشتیم توی اتاقی. اونجا مثل عمومی و مثل انفرادی فشرده کنار هم نشسته برای استراحت کتابی و نوبتی. قزل حصار 3 واحد داره. واحد وسطش عمومی بود. واحد 3 رو گرفته بودن برای زندانیان سیاسی و دستگیری‌های گسترده‌ای که بعد از 3 خرداد داشتن. ما که رفتیم بند 3 مجردی واحد 3. اونجا 12 تا سلول داشت. هر سلولی 3-4 نفر تنبیه می بردن یا کسی که محدودیت داشتن، ولی هر سلول بین 24 تا 34 نفر فشرده وارد کرده بودن، طوری که یه تخت 3 طبقه داشت، کف زمین 18 نفر، در طبقه دوم تخت بین 4 تا 6 نفر، طبقه سوم هم بین 4 تا 6 نفر نشسته بودن. بعد برای استراحت کتابی سرته، یعنی سر یک نفر و با پای نفر قرینه هم استراحت میکردن. تو راهرو بشن همینطور، شب کیپ تا کیپ افراد به صورت کتابی قرینه هم استراحت میکردن. واحد هایی که میگیم اونجا، واحد 4 تا مجردی داشت، 4 تا بند عمومی. بند عمومیش چه شکلی بود؟ 24 سلول داشت، 12 تا یه ردیف، 12 تا مقابلش. 12 تا سلول اول کوچیک بودن، 12 سلول عقب که 6 تا روبروی هم بودن بزرگ بودن. توی سلولای اول بین 18 تا 24 نفر وارد می‌کردن. توی سلولای عقب که معمولاً مثلا شاید زمانش بین 10 نفر اینجوری بودن، اونجا بین 28 تا 34 نفر بودیم. در نتیجه هر بند قزل حصار بین 300 تا 400 تا زندانی داشت. حالا شما ضریب بزنین میشه 4 بند 4300 تا 1200 تا، روبروش 4 تا مجردی 4 تا 200 تا بگیری 800 تا.
ما رو بردن بند 4 واحد 1. 3 سال اونجا بودم، همیشه 400 نفر زندانی داشت، سلولا کیپ فشرده، بعضن هم از شمال تا جنوب ایران تبعیدی می آوردن اونجا. مثلا بچهای لاهیجان آورده بودن، بچه بندرعباس آورده بودن، بچه معاشر آورده بودن، می آوردن توی سلولی میکردن اینا، تنبیه و تبعیدی. در نتیجه قزل حصار 2 واحد کامل وقتی بگیری میشه بین 7-8 هزار زندانی داشت. وارد 209 شدم، اون شب منو بردن، باور نمیکردم شکنجه هست. چرا؟ برای اینکه بهار آزادی بود، انقلاب کرده بودیم بر علیه دیکتاتوری. رفتم توی هواخوری، ما رو از اونجا بلند کرد بود توی هواخوری سر سلول. بعد دیدم رو دیوار نوشته من عبدالوهاب 17 ساله امشب اعدام میشوم، تنها آرزوی من دیدن انقلاب بود. رفتیم توی سلول انفرادی، اینا شکنجه میکردن. از اون ور روحیه بچه ها اوجش بود. مثال رضا واعظی شهید، دانشجوی سال ششم دندان پزشکی دانشگاه ملی بود، گرفته بودن میبردن زیر زمین میزدن، بدنش عین رنگ بادنجون از سر تا پا کبود شده بود، فقط یه پاشنه پای سالم بود. میبردن پرت میکردن، میبردن تو سلول مینداختن. بعد این تو سلول وارد میشد حرف نمیتونست بزنه، ولی میگفت بچه ها شکنجه کشکه، به ما روحیه میداد. 13 روز ما این اونجا تراخوش کردیم، رسیدگی کردیم، نا نداشت، هی میبردن هی میآوردن. این تب کرده بود، عفونت کرده بود، بعضی جای بدنش چرک میزد بیرون. بعد اینقدر تب داشت آدم دستش میبرد نزدیکش حرمش مشخص بود، ولی اینا هیچ رسیدگی نمیکردن. یه شب گفت با آب یخ میخوام، دیگه آتیش گرفتم، در زدیم، سر صدا کردیم، گفتیم بابا شما که بدتر از شا کردین. خب چرا؟ گفت چیه بدتر شما؟ چه تویل میکنی؟ گفتیم این آب یخ میخواد. بعد همینجور که هیچ حرفی نمیتونست بزنه، ولی اینو به ما رویه میداد که شکنجه کشکه، بچه ها نترسین، بچه ها بیستین، هیچی نیست، هیچی نیست. بعد یه دیدم صداش قطع شد، بعد دیدم رضا 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 شهید شد. یعنی اولین شکنجه، زیر شکنجه شهید رو اونجا دیدم. یکی از این هم سلولیمون برده بودن زیر زمین، اومد تعریف میگم، گفت رفتم زیر زمین، یکی آویزون بود به اسم محسن شاپسند، گفت من یکم سرصدا کردم اینا مثلا ول کنن اینا. یو گفت چیه سرصدا میکنی؟ صدای آخ تو دلشون بذار. 5 روز قپونی هم دوتا تست پشت میبردن میبستن قپونی آویزون میکردن. گفت 5 شبانه روز آویزونم آخ تو دلشون گذاشتم بگم نه ترس. بعد این رویه گرفته بود اومده بود سلول تعریف میکرد، گفت که بابا اون زیر زمین قیامتیه. اگه بگیم زیر زمین 209 چی بود، من میگم سلاخ خانه. افراد آویزون کرده بودن دور تا دور این اون چنگک ها، یک سری هم رو زمین رو تخت ها، بازجو نوبتی می آمدن می زدن و می رفتن. بعد هی می زدن بزن، مسئولت کی بود، کجا بودی، هیچ کی هیچی نمی گفت جز آیات قرآن. آدم می شنید یکی می گفت که ان الله هم صابرین، اون یکی می گفت الا ان بذکر الله تطمئن القلوب. این صداها می اومد، یعنی واقعا اون شب حماسه بود اونجا. رفتم تو بند عمومی، یه سری جوانای مینیشیای تهران بودن، یه اسقرنامه بود اینجا، چقدر هنوز تو ذهنم مونده. بچه ها تو خودتون نرین، جنگ ادامه داره، نماز جمعه، نماز جمعه رو انداخت آیات انقلابی میخون. بعد گوشه اینجا چیز نوشته بود پشت درش، نمیدونم چی کی گیر آورده بودن، سوره یوسف یه آیه داره، مال حضرت یوسف بوده، رب سجن و احبه الیه مما یاد اونی الیه، که خدایا آنچه رنج زندان برام بهتر از اون چیزی که اینها مرا با آن میخوانن نوشته بود. هر نگاه میکرد آدم رویه میگرد. حاج داوود میومد سلول سلول میکشید بیرون میزد، بعد جلوی سر بند رو هم میریخت، کوه آدم درست میشد. بعد همینجور میبرد بیرون میزد، بچه ها خب مقاومت میکردن، سرصدا بود، دندون یکی میشکست، دست یکی میشکست، خون اصلا سر محشری بود. 12 شب شروع شد، 3 شب تموم شد، 3 ساعت. بعد به سلوله آخر که رسید میگفت شما بزنید. بعد مجاهد که حاضر نبود دیگری بزنه، مثلا میگفت من نمیتونم. میگفت نمیتونی؟ یادت میدم، بیا اینجوری بزن. بعد اینو بیشتر میزدن تا تموم شد. بچه ها شروع کردن، وسایل پانسمان نداشتن، این لباساشون تیک پاره کردن، زخمان پانسمان کردن. بعد همه رفتن تو سلولاشون. بعد شروع شد هر کی میگفت
بچه ها نترسین، اون یکی میگفت این نیز بگذرد، اون میگفت صفاتون. بعد آدم احساس کرد فضای دلمردگی و روب و اینا ایجاد نشد. یک سلولی شروع کرد به جوک گفتن، یه سلول شروع کرد به قرآن خوندن، یه سلول آخر ما بودیم بچه ها گفتن بچه ها ترانه خونی کنیم، اینا دلشون خوشه فکر میکنن. بعد یادمه ترانه هایی میخوندن، مال مرضیه بود، خانم مرضیه، که بگذر از کوی ما، کن نظر سوی ما، مگر جنون عاشقی تماشا داره. خیلی قشنگ بود. به هر طرف ببین شروع کنم، در پی من دوان گشت پیر و جوان، از این جنون چه گفتگو کنم. و جالبه تو اون شرایط روبو برشد، یکی اون بالای تخت سوم نشسته بود و ترانه تفنگ لوری رو خوند. ترانه لوری هست، ترجیبندش اینه که تفنگ دردت به جونم، تفنگ بی تو نموند. اصلا ما یه لحظه برشد انداشیم میفتیم این هنون چپ روی نکنه داره میکنه، ولی اینقدر روحی ها بالا بود. بند زندانی توی جمهوری اسلامی اساره یا زیراکس یه جامعه بود. از نظر سن 14 سن سال تا 70 سال، مثلا پاشا صمدی 14 سالش بود، شهباز شهبازی که 70 سالش بود. تحصیلات رانر تاکسی و کارگر، بی سواد داشتیم و بچه های بم یادمه، تا استاد دانشگاه، مثلا سدلی برادر سدلی فرد سعیدی استاد دانشگاه بود، پروفسور ویجوی اینجا بود، 6 تا دکترا از آمریکا داشت، اومده بود برای ایران صنایع دستی رو بندازه کار کنه، اون هواداری کرده بود، دستکش کرده بودن. ملیتا همچین نگاه میکردی از آبادان تا جلفا همه اونجا بودن، تبیدی های لایجان، تبیدی های ماشر. از نظر مذهب مسیحی هوادار اونجا بود، جورج نامی بود یادمه، تا سنی شیعه. از نظر ملیت ها که گفتم، یعنی اساره بود از جامعه. آجتا بود یه شب اومد گفت بیاین تو را رو، همه را آورد تو را رو، همه نشسته بودین. یه گفت خب، با خیلی لحن لومپنی قدیمی تهران، ولایت فقید دموکراسی نداره، دلتون خوشه، اینجا نمیمدیم ما شما رو نگه داریم که قهرمان بشیم فردا بریم بیرون، ما نمیوردیم شما رو اینجا فردا فکر کنیم خلق قهرمان میان شما گل میندازه میره بیرون، چنان روزی به سر شما بیاریم موهای سرتون مثل دندوناتون سفید بشه، دندوناتون مثل موها سیاه، اگه هم موندین اولا که دیوانه میشین، شما رو میبریم امین‌آباد، یا میرین امین‌آباد یا میرین سینه دیوار. حالا اگه کسی هم موندین، هی آخر سر اساس چیک چیک با این موه سفید ممکنه بریم برای سازمانتون هم آدم نمیشین. به همین چیزی ببین چنان فضایی بود، طرف حتی کلمه جنگل میگفت تنبیه میکرد، میگفت تو میخواستی رویه بدی، یه روز بردن یه روب هوا خوری، تا بردن بیرون هوا آفتی بود، ابری و همچین مثل شمال بارون میاد نمناک، یکی آچه گفت به 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 هوای جنگله. یو برگردیم همه رو کرد تو سلول، اون برد توی زیر هشت اون اول بند، سه شبانه روز سرپا، گفت تو میخواستی بگی جنگل که بچه ها این آدم ها تدایی میرزا کوچی خان و مقاومت و حماسه و اینا بکنن، رویه میدی، مسئول رویه یا؟ یعنی اینقدر خفقان و فشار بود، فشار همه جانبه برای بروندن زندانی، ولی مقاومت ادامه داشت. اون زیر هشت که میبردن سرپا نگه دارن خط جدیدی بود، بچه ها رو بردن، از یک شبانه روز تا 11 شبانه روز سرپا ایستادن. اونی که رکورد شکست شهید مجاهد شهید علی اغوردی بود، 10 سال حبس داشت، توی 11 شبانه روز ایستاد، توی قتل عام شهید شد. اینجوری ادامه داشت. بعدا اومدیم توی گوهردشت، باز به همین فیره سکوت محض حاکم بود. بعد تو راه رو خزاشون زیر در میذاشتن میرفتن که ما آدم هم نبینیم، ولی بچه ها با مرس تماس شدن زیر در، یه میگفتن این نیز بگذرن با یشی به اون، یکی میگفت ان الله هم از صابرین، یه آیه برای خودش میخون، بقیه میشنیدن. مشخص بود که چی؟ مقاومت در سلول ها ادامه داره، اصلا موجب روحیه ای بود. تو این 7-8 هزار زندانی قزلسار که تو دو واحد متراکم بودن، غیر مذهبی ها رو سال 62, 63, 64 همون موقع اونا متمرکز کردن. درصدش یا کمیت غیر مذهبی ها به این شکل بود، مثلا در 8000 زندانی قزلسار بین مثلا 400 نفر، 300 تا 400 نفر.
یه روز در سلول ما 209 باز شد. مجید انصاری، آخوند املاشی که اون موقع سر قوه قضاییه بود، با یه باندی اومده بودن اونجا. بعد یکی گفت سلول می نگاه کن. بعد نفر همراه اون آخوند املاشی گفت نخیر، تو همین الان داری چیکار میکنی؟ تو این میکنی؟ سلول نداریم، اتاقه. بعد شروع کرد. اول اینجا دانشگاه، زندان نداریم، دانشگاه. سلول نداریم، اتاقه. و شکنجه هم نکنید، تعزیره. و فهمیدیم که اینها با الفاظ بازی میکنند و با محتوای شقاوت پیشه، سنگدلی که هیچ دیکتاتوری تو تاریخ نداشته اینا رو. یکی هم بازجویی که اونجا دیدم حاج حیدری نام بود، پسر ابوالفضل حاج حیدری که از اون سران رژیم بود. در سلول رو باز میکرد، مواظب بود که کسی بازجویی نشده نمونده باشه، کسی خوش قائم نکنه. یکی یکی اسم میگرفت، چک میکرد که اونم چون ماسک نداشت من شناختم. و دیگری از تو راه رو صدا زد، حاج حیدری، من فهمیدم. اگه تیتروار خلاصه کنم، از همین ورود، ضرب و شتم، کابل زدن به کف پا، قبخونی آویزان کردن، جلوی مادر و بچه اون خانواده‌شون رو شکنجه کردن، بعد شبانه روز برای چندین شبانه روز سرپا نگه داشتن، گرسنگی دادن، فشورده در یک سلول وارد کردن، قفس و قبر که تو قزلسار قفس های کوچیک کوچیک درست کردن، افراد شبانه روز اونجا نگه می داشتن تا ماها که یکی از بچه ها رفته اونجا، بعد از 6 ماه اومده بود، من دیدم عبدالرضا شریعتی، این صورتش اصلا می لرزید، تو چش آدم نمیتونست نگاه کنه، همش یک افسردگی پیدا کرده، اینقدر موثر بود. ولی با این حال اونجا بچه ها مقاومت کردن و الان کتاب های خاطرات که نوشته شده مقاومتاش میتونن همه بخونن. حماسه ای که خواهران مجاهد تو زندان خلق کردن، نمونه هایی که دیدم، خودم دیدم، ما رو برده بودن همه رو زندانی ها شب گفتن بیام بریم حسینیه، بعد از این سخنرانی سنان رژیم. بعد یه شب یهو تو قسمتی که خواهران نشسته بودن، یکی بلند داد زد، کسافتا، جلادا، منو کجا آوردین بی شرفا. فضای اون حسینی نامی که محل زندانیان می‌بردن اذیت کنن به هم ریخت. بعد لاجوردی اصلا نمیدونست چیکار کنه، یک جلیل نامی از نوچه‌هاش بود، پرید وسط، این خواهر رو بلند کرد برد. اصلا اون شب یه حماسه شده بود. بعد دیگه اون نتونست اون برنامه رو ادامه بده. بعد همه به هم دیگه نگاه میکردن، میخندیدن، خوشحالی میکردن، اینجور حماسه خلق میکردن خواهرها. از دانشجوهای دانشگاه خودمون 5 نفر شاخصش تو سلول خودمون بود، 3 سال با هم بودیم، تبعیدم با هم رفتیم، ممرزا شریفتخار بود، 12 سال حبس داشت، دانشجو سال دوم مکانیک پلی‌تکنیک بود. موقعی که خبرهای انقلاب ایدئولوژیک رو تو زندان آورده بودن، راه میرفت میگفت بچه ها زن تو رهبری سازمان راه پیدا کرده، سازمان ما بیمه شده، صفا میکرد، اصلا یه دنیایی داشت. میگفت افکار برادر مسعود نگاه کنین، اگر ذره اندیشه ضد استثماری بود اینجوری نمیکرد. محمود حسنی دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران بود، عموی ندا حسنی شهید شعله فروزان آزادی 10 سال حبس داشت، خسرو نظیر خامنه حبس ابد داشت، قزلسار بودیم، دانشجوی سال اول دانشگاه صنعتی شریف بود، حماسه ای بود، همونی که گفتم حیات اومد گفت هوای جنگل با تبیدش کردن، تنبیش کردن شبانه روز سرپا بایسته. جمشید شریعت دانشجوی سال سوم بود، 12 سال حبس داشت، قتل عام شد. پرویز شریفی دانشجوی تکنیکوم تهران بود، 10 سال حبس داشت، قتل عام شد. طاهر بزاز حقیقت طلب 15 سال حبس داشت، بچه زنجان بود، 3 سال با هم بودیم، تو قتل عام شهید شد. محمود عبادی لاری زندانی زمان سیاسی شاه حبس ابد داشت. حسین فیض‌آبادی دانشجوی دانشگاه تهران بود، تو زندان گفته بیا مصاحبه کن آزاد بشین، چون 1.5 سال حبس داشت، نرفت دو کلمه بگه مرخص بشه، تو قتل عام شهید شد. 51 اسم دارم با 20 عکس، خودم یه آلبومی درست کردم، عکس ها اعدام شدن، همشهریام هستن، دانشجو بودن، دوستان بودن، 11 نفرشون اعدام شدن. این زندانیانی بودن که قتل عام شدن، 20 عکس دارم من جمع کردم تو این آلبوم و خاطرات کوتاه از هر کدوم دارم. مثلا چند تاشو الان گفتم، غلامرضا کیاکجوری 8 سال حبس داشت، بعد
روحیه‌ای بود برای خودش، بچه نظام آباد تهران بود. محمود میمنت، من وقتی که زندان آزاد شدم با هم خواستیم بیایم سر مرز دستگیر شد، یعنی می‌خواست بیاد اینجا خارج از کشور، فقط دستگیر شد سر مرز، بردن قتل عام، شهید شد محمود میمنت. هادی جلالیان، مهدی جلالیان دو تا برادر بودن، بچهای قزوین. مهدی 15 سال حبس داشت، یک کلیه داشت، سلحشوری بود. مهدی جلالیان زندانی سیاسی زمان شاه بود، الانم تو زندان تشکیلات رو انداخته بود، کمک میکرد، مسائل جمع جور میکرد، خودش هم حاسه‌ای بود. اینا شهید شدن. محسن برامی فرید 15 سال حبس داشت، مهندس بود، از این سلول به اون سلول، از این بند به اون بند تبعید که میشدیم با هم بودیم، تو قتل عام شهید شده. محمد رود دانشجو سال اول دانشگاه صنعتی بود، 10 سال حبس داشت، با هم دوست بودیم، توی قتل عام شهید شده. امیر تعاونی لیسانس بود، اون تو تهران شیرینی‌پزی داشت، زندان 2-3 سال بود، بعد آزاد شده بود. بعد موقعی که می اومدیم سر مرز دستگیر شد، فقط به جرم خروج از کشور برده بودن دوباره زندان، تو قتل عام شهیدش کردن، اعدامش کردن. ابوالفضل ستارنژاد 12 سال حبس داشت، بچه 14 ساله بود دستگیر شده بود، حماسه‌ای بود. این وقتی که این درا بسته بود، این پشت سلول نشست، هوشیار می‌ذاشت، بعد ترانه‌های حماسی بلد بود برای بچه‌ها می‌خوند. منصور خسرو‌آبادی و مسعود خسرو‌آبادی، دو تا برادر. برادر بزرگ دانشجوی تکنیکوم تهران بود، منصور کوچکتر بود، 15 سالش بود دستگیر شده بود. این 15 سال حبس داشت، اون یکی اول اعدام شدن. رضا غلامی، جواد ناظریان، ایرج دلزنده همبندی من بودن، با من می‌خواستن بیان نزدیک زاهدان. بعد خائنی رو اونجا گذاشته بودن توی پلیس‌راه زاهدان، شناسایی می‌کرد، اینا رو شناسایی کرد، از اتوبوس کشید بیرون. هر کدوم 2-3 سال حبس کشیده بودن، بیرون بودن. بعد من که میومدن 65 با هم خواستیم بیایم، دستگیرشون کردن، بردن هر ستا رو اعدام کردن. رضا فلانی، بچه زحمتکش جنوب شهر تهران، تکنسین برق بود، حماسه بود تو زندان، هر جای مشکلی بود، خرابی بود، یه بندی که جدید ما رو وارد کرده بودن کسی بود، این وارد میشد، ترتمیز میکرد، زنده میکرد، میگو بچه ها محل مجاهدین باید چیز باشه، سرزنده و تمیز باشه. یعنی میخواستیم بیایم خارج کشور، توی بلوچستان دستگیر شد، اعدامش کردن. سعید ممخانی، بچه شاروب بود، همچنین من مدتی فاز سیاسی شاروب بودم، دانش آموزی بود، 12 سال حبس داشت. برادر بزرگش هم شهید مسعود ممخانی توی عملیات مرزی ارتش آزمایشی شد، 12 سال حبس داشت. جرمی هم این بود که خروج از کشور، اعدامش کردن، قتل عام کردن. از همشهری های من حجت ذوالفقاری، ناصر اکبر ذوالفقاری، 18 سالش اکبر، حجت هم پسر داییش، فقط میخواستن 64 بیان، قصد خروج از کشور داشتن، به این جرم دستگیر شده بودن، توی اوین دیدمشون، تو قتل عام شهیدشون کردن. منصور ثابت رفتار، رضا ثابت رفتار همبندی من بودن، آزاد شده بودن، چون اون یکی 3 سال حبس، فقط یکیش 10 سال حبس تو زندان بود، 67 قتل عام شدن. داوود زرگر همشهریمون بود، فاز سیاسی، دانش آموزی بود، با اونجا بودیم سمینار، فعال بود. حمید دوستمدی، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، هم صحبت داشت، با هم فاز سیاسی کار کردیم، بعدن زندان، بعدن قتل عام شهید شد. غلام حسین مؤکدی، از بچه که دوست بودیم، مدرسه یک سال از من پایین تر بود، بعد دانشگاه من تهران رفتم ولی اون تو سمنان بود، تو زمان شاه فعالیت داشتیم، بعدم فعالیت داشتیم. موقعی که من اومدم میخواست بیاد، مونده بود داخل بود، کاری نکرده بود، 3 سال زندان سمنان بود. تو قتل عام شهیدش کردن. همسرش اقدس همتی تحت مسئول من بود تو فاز سیاسی سمنان، نشریه چاپ میکرد، زحمت که 6 سالم حبس بود تو سمنان. بعد اینم اونجا با همراه با این دار زدم، قتل عام شهید شده. فرهاد جره حبس ابد داشت، دانش آموز 14 ساله از شیراز دستگیر شده بود، دوقلو بودن، فرهاد جره، فرخ جره. این فرهاد تبعید کرده بودن بند 2، بند 3 واحد 2 قزلسار با ما بود، بچه اکتیو، فعال، پرشور و تشکیلاتی، تو قتل عام شهید شده. یعنی من اگه بخوام اسامی رو بگم، در حقیقت باید یک لیستی رو 50-60 نفر رو بگم، تو این ظرف نمی گنجه. و همه اینا
در حقیقت دادخواهی اینا مهمه که الان خامنه‌ای، رئیسی، این جلادا اینا چیکار کردن؟ چرا اینا اعدام شدن؟ این مهمه. الان جنبش دادخواهی رو گسترش بدیم، حق اینا رو از این رژیم بگیریم، سرنگونش کنیم و آرمان اینا که جز آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی انتخابات، فرصت‌های برابر، رفع تبعیض و عدالت اجتماعی بوده، دنبال کن چیز دیگه نمیخواستن، چون نبرد ما با رژیم نبرد آزادیه. این هم چی هست؟ شاخص هایی بودن که تو این مسیر رژیم به این شکل اینا قتل عام کرده. الان حق اینا رو باید با جنبش دادخواهی بگیر.